سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. ممنون که ما رو برای تماشا انتخاب کردید. چند ویدیویی هستش که داریم در مورد روش‌های مختلف سلکت کردن قسمتی از ایمیج با هم صحبت میکنیم و امروز میخوایم یک مورد خاصی رو در نظر بگیریم. اون هم حالتی هستش که شما بعد از اینکه مثلا این دوتا ابزار رو از اینجا انتخاب کردیم و میخوایم بندازین روی یک لایه زیرین که همچین چیزیه، یک حاله ای دورش میاد و خیلی مشخص میشه که شما این عکس از جای دیگه ای برداشتین و این رو گذاشتین. برای اینکه این مشکل رو ببینید، اول بذارید من روش مرسومش رو نشونتون بدم. با توجه به آموزش هایی که دیدیم تا الان، شما میدونید شما خیلی راحت میتونید این لایه رو انتخاب کنید. از بالا منوی سلکت سابجکت رو کلیک کنید، فتوشاپ خودش تشخیص میده سوژه اصلی شما تو این تصویر چی هست و انتخابش میکنه. خب تو حالت عادی ما میایم ماسک رو میزنیم و فتوشاپ میاد یه ماسک میندازه روی آن قسمت هایی که انتخاب نشده بود، فلذا اون قسمت ها دیگه دیده نمیشه و فقط این ابزار دیده میشه. خب میبینید خیلی غیر طبیعیه و مشخص هستش که انتخاب یا این کاری که ما کردیم حرفه‌ای نیست. حاله سفید رنگی رو شما میبینید. ضمن اینکه بذارید من اینو دیزیبل کنم، ضمن اینکه خب ما یه سایه اینجا داشتیم که دیگه از بین رفته تو سلکتمون و باید فکر دیگری بکنیم. من کنترل زد میزنم قبل از اینکه ماسک ایجاد بشه تو این حالت. روش ما این هست که وقتی انتخاب کردیم این ابزار رو، به جای اینکه ماسک رو همین الان درست کنیم، میایم توی همین ابزار توی تب سلکت، سلکت اند ماسک رو میزنیم. خب ما توی ویدیوهای قبلی هم در مورد این حالت سلکت اند ماسک و این قابلیت فتوشاپ صحبت کرده بودیم. الان هم میخوایم بیشتر در موردش صحبت کنیم. خب از این قسمت ویو مود شما میتونید تعیین کنید که چه جوری به شما نشون بده تا بتونید بهترین تصمیم گیری رو در مورد ماسک بگیرید. الان من روی بلک اند وایت میام چون میخوام نکته ای رو به شما عرض کنم. اون همینه که تو این حالت که لبه ها سفت و سختن، یعنی ما اینجا خاکستری نداریم، یا مشکیه یا سفید، اگر شیفت ایج رو شما جابجا کنید تفاوت خاصی نمیبینید. البته داره کم و زیاد میشه مقداری، اما به قدری نیستش که خیلی به چشم ما و به کار ما بیاد. دلیلش هم اینه که خب گفتم لبه تیف نداره، لبه ها تیزه. برای همین من میام یه مقدار فدر میدم بهش که یکم از اون سختی در بیاد، یک مقدار نرم بشه. شما میبینید من هر چقدر بیشترش میکنم لبه ها محفتر میشن دیگه، رنگ های خاکستری هم میاد توی بازی. و حالا کافیه نگاه کنید که با شیفت اج چه اتفاقی میفته، چقدر میتونه این لبه ها کوچکتر و محدودتر بشه یا گسترده تر بشه. خب میخوام الان بازی کنم با اینها، ولی الان نمیتونم تصمیم بگیرم که آیا انتخابم انتخاب مناسبی هست یا نه. برای همین ویو مود رو میذارم روی آن لایرز که من ببینم توی نوار با توجه به لایه زیریش به چه شکلی دارم ماسکم رو انتخاب میکنم. خب الان اصلا انتخاب مناسبی نیست چون اون حاله ای که بود اصلا بدتر شد. دلیلش هم اینه که خب شیفت اجما یکم رفته بیشتر شده و فدرم که دادیم دیگه اوضاع بدتر شده. میام یک مقدار سمت چپ تا جایی که احساس کنم اون حاله سفید رنگ از دست رفته. اما شما میبینید که خود ابزار هم داره بین میره، یعنی سمت چپی که رسما قسمت بالا پایینش دیده نمیشه. به خاطر اینه که فدر خیلی 36 پیکسل فدر خیلی زیادی هست. من فدر رو سعی میکنم کم کنم، مثلا شاید تو همین مثلا 5 6 پیکسل نگه دارم و بعد دوباره با شیفت اج بازی کنم که به آخرین حد چپ میارمش که به نظرم انتخاب مناسبی هست و ما اون حاله سفید رنگ رو دیگه دور ابزارمون نمیبینیم. یک مقدارم با فدر بازی کنم ببینم انتخاب بهتری میتونم داشته باشم یا نه، که اینطور نیست. من فکر کنم همین دیگه 7 پیکسل شاید مناسب باشه. وقتی مطمئن شدیم که انتخاب اون انتخاب مناسبیه، میایم پایین و اوتپوت سیتینگز رو میگیم اوتپوتمون چی باشه. میخواییم اوتپوتمون یک لایه ماسک باشه. اوکی رو میزنید. خب اون اتفاق افتاد و ماسک درست کرد. الان دیگه افتاد روی بک‌گراند من، ولی هنوز اونجوری که دوست داشتم طبیعی بشه نشده. دلیلش اینه که هنوز ما اون سایمون رو ندادیم و اعمال نکردیم. اگر به ابزارمون نگاه کنین، انگار نور داره از سمت بالا سمت راست، از گوشه راست بالا داره میتابه. اگر به خود ابزار نگاه کنید، سمت چپش تاریک‌تره و سمت راستش روشن‌تره لبه‌هاش. برای همین هم من سایه که می‌خوام بدم باید با توجه به این موضوع باشه. لایه‌مو که انتخاب کردم، از این قسمت پایین روی دراپ شادو کلیک می‌کنم. خب اول از همه چون که
من این تنظیماتم با تنظیمات شما متفاوته، برای اینکه پروژه های دیگه ای داشتم که ازش استفاده کردم. یه ریست تو دیفالت میزنم که با هم تنظیماتمون یکی بشه. حالا سعی میکنم یک مقدار سایمو بیشتر کنم، هم سایزش رو هم فاصلش از ابزارم و هم میتونم یکم پررنگترش کنم با زیاد کردن اوپسیتی. و چیزی که گفتم مهمه اینه که زاویهش رو درست تنظیم کنیم، که میبینید مثلا شاید این زاویه همین 40 50 درجه زاویه مناسبی باشه. اگر فکر کنید خیلی دیگه پررنگه، باز میتونید اوپسیتیشو کم رنگ کنید. حتی میتونید بیایید و جای سایه رو از رو خود همینجا تعیین کنید و دستی بذارید. یعنی هم اگر دقت کنید این زاویه هم داره عوض میشه، هم دیستنس هم داره با حرکت موسما جابجا میشه. من هم سعی میکنم یه جای مناسب پیدا کنم، شاید این مثلا به اندازه کافی خوب و طبیعی باشه. خب اوکی رو میزنم، این افکت هم اعمال شد. نکته نچندان دلچسب فعلی هم اینه که ابزارم و بکگراندش توی توناژ رنگی هستن، خیلی تضادی بین رنگ‌هاشون نیست. که برای این کار من می‌خوام رنگ بک‌گراندم رو عوض کنم، میام بک‌گراندم رو انتخاب می‌کنم، لایه‌شو توی adjustments hue and saturation رو انتخاب می‌کنم. حالا میتونم با تغییر hue رنگ بک‌گراندم رو عوض کنم، مثلا شاید آبی خوب باشه. حتی میتونید غلظت رنگ رو هم کمتر کنید یا بیشتر کنید، این دیگه به سلیقه شما برمیگرده و اون نیازی که پروژه‌تون داره. بسیار خب، توی فیلم امروز ما توضیح دادیم که چطور میتونیم طبیعی تر عکسی رو وارد عکس دیگه کنیم و چطور با سلکت اند ماسک بتونیم طبیعی تر سلکت کنیم، مثلا حاله ای از رنگ اورجینالمون نباشه که بخواد کار مصنوعی باشه. به همین بهانه این پروژه یک مقدار هم با دراپ شادو آشنا شدیم و رنگ پکراند هم عوض کردیم. خیلی ممنونم که در این ویدیو همراه ما بودین. اگر دوست دارید ویدیوهای ما ادامه دار باشه و زودتر ازش با خبر باشین و ما رو دنبال کنین، حتما کانالمون رو سابسکرایب کنین. اوقات به کام، خدا نگهدار.